و زیر و بعد از اون یک حرکت بسیار 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 زیبا در اینجا داریم و از شما عزیزان میخوام که این حرکت رو حدس بزنید من فکر میکنم این یکی از زیباترین حرکت هایی که من در شطرنج واقعا تا دیدم خیلی حرکت بسیار زیبا و شیکیه خب از شما میخوام که ویدیو رو پاس کنید و حرکت سفید رو حدس بزنید دوستان عزیزم درود بر شما امیدوارم که حالتون عالی باشه من برگشتم با یک ویدیوی جدید و امروز میخوام یکی از بازی های قهرمان اسواق ایران و اولین استاد بزرگ ایران آقای احسان قای مقامی رو به شما عزیزان نشون بدم این بازی در سال 2014 حدودا 9 سال پیش انجام شده و ایشون تونستن تنها در 15 حرکت این بازی رو ببرن و به نظرم خیلی جالب بود که بازی تاکتیکی بود و شما میتونید از این طرحهایی که در این بازی به وجود اومده استفاده کنید و در بازی های خودتون به کار بگیرید تا بتونید بازیتون رو به سرعت ببرید خب بریم که بازی رو با همدیگه ببینیم همونطور که بر روی صفحه مشاهده میکنید آقای احسان آقای مقامی به مهره سفید بازی میکنن و سیاه هم کپریو uh, گایدو اگه اسمشون رو اشتباه uh, تلفظ نکرده باشم با ها بازی میکنند و این بازی در مسابقات استادان قطر در سال 2014 uh, رخ داده خب بازی رو ایشون با حرکت دی 4 آغاز کردن d 5 سفید حرکت سه 4 انجام داد e 6 و همونطوری که میدونید ما در اینجا دفاع گامبی وزیر پذیرفته نشده رو داریم خب در اینجا ایشون حرکت اسب اف سر انجام دادن سیا حرکت اسب اف 6 رو انجام داد اسب سس سه سه، اسب به ده 7 د در د 5 ای در د 5 و حرکت فیل اف 4 خب در اینجا سفید هم میتونه فیل خودش رو به خونه اف 4 منتقل کنه و حرکت دیگه ای که در اینجا امکان پذیر هست حرکت فیل ج پنج هست و بعد از حرکت فیل اف چاری که در بازی شد سیاه حرکت فیل بی چار رو انجام داد سیاه به جای حرکت فیل به چار میتونه حرکت سه 6 رو هم انجام بده ولی خب حرکت فیل به چار هم با طرح آچمت کردن اسب سه سه هست و در اینجا آقای قایم مقامی حرکت اسب دیدو رو انجام دادن که حرکت خیلی متداولی نیست ولی میتونم بگم که حرکت خیلی ظریف و تریکی هست یعنی یکم های تاکتیکی پشت این حرکت هست حرکت هایی که به جای حرکت اسب دی دو بیشتر بازی میشه حرکت ای سه هست حرکت وزیر سه دو هست و همچنین حرکت وزیر بسه که به فیل سیاه حمله بشه ولی خب سفید در این بازی حرکت اسب دی رو انجام داد سیاه با حرکت سه پنج ادامه داد و به مرکز سفید حمله کرد که خب طرح منطقی هم هست چرا که شما معمولا وقتی که حریفتون سوارهای خودش رو از مرکز به سمت گوشه و یا به سمت پایین صفحه میبره شما میخواین که به مرکز حمله کنید و بتونید مرکز رو باز کنید خب در اینجا سفید حرکت آسر رو انجام داد اگر سفید در اینجا پیاده سه پنج رو بزنه این حرکت خیلی خوب نیست به خاطر اینکه علاوه بر اینکه سیاه میتونه پیاده سه پنج رو بزنه سیاه حتی میتونه در اینجا قلعه بره و خب سفید نمیتونه پیاده خودش رو در خونه سه پنج دفاع کنه مثلا اگر سفید حرکتی مثل اسب سر رو انجام بده اسب در, اسب در سه پنج اسب در سه پنج فیل در سه پنج و این سیاه هست که در اینجا برتری داره مثلا اگر سیاه در اینجا حرکت ای سر رو انجام بده حتی حرکت های مثل دی چار هم امکان پذیر هست که ما بتونیم جلوی شاه سفید رو باز کنیم ولی خب در بازی سفید حرکت آسر رو انجام داد و به فیل سیاه حمله کرد سه. حرکت بهتر در اینجا برای سیاه حرکت فیل آ 5 بود و بعد از این حرکت بهتر حرکت سفید حرکت ای سه هست ولی خب در بازی سیاه اسب سفید رو زد و در اینجا سفید برتری دو فیل داره اگر شما ویدیوهای قبلی من رو مشاهده کرده باشید میدونید که من خیلی راجع به برتری دو فیل صحبت کردم چرا که برتری فیلی که از اون برتری ها هستش که شاید خیلی از بازیکنان به اون اهمیت اونچنانی ندن ولی واقعا میتونه در بازی تأثیر گذار باشه و اگر حتی تمام مهرا برابر باشه و شاه هم امن باشه جاشون شما تنها میتونید با دو فیل یعنی اگر حریفتون دو فیل نداشته باشه بتونید بازی رو به پیروزی بکشونید خب بریم سراغ بازی در اینجا سیاه حرکت وزیر او 5 رو انجام داد و به پیاده سه سه حمله کرد سفید با حرکت وزیر به سه ادامه داد توجه داشته باشین که پیاده سه سه زیر ضرب هست و مثلا اگر ما یه حرکتی مثل ای انجام بدیم سیاه میتونه پیاده رو بزنه و این وزیر به دام هم نخواهد افتاد مثلا وزیر میتونه به راحتی به خونه آ 5 برگرده اگر هم به جای حرکت وزیر بیسهی که در بازی انجام شد سفید بخواد حرکت رخصه یک رو انجام بده خب پیاده آسه آسیب پذیر خواهد شد و ما میتونیم این پیاده رو بزنیم بنابراین این سفید در بازی حرکت وزیر بیسه انجام داد یا با حرکت بیشیش ادامه داد که خب بیشیش میتونم بگم حرکت ضعیف این بازی بود یعنی در اصل حرکت بیشیش به سفید امکانات بسیاری داد یکی از ضعف حرکت بیشیش این هستش که جلوی برگشتن وزیر رو میگیره و یک سری از ترها رو برای سفید ایجاد میکنه که سفید بتونه وزیر سیاه رو به دام بیاندازه خب بهترین حرکت به جای حرکت بیشیش قلعه کوچیک بود و اگر سفید در اینجا حرکت ایسر رو انجام بده سیاه میتونست با ایهش ادامه بده و مثلا بعد از حرکت فیل ای سیاه میتونست با حرکت اسب اف هشت و یا در اینجا حرکت ب شیش برای سیاه قابل بازی است چرا که سیاه مهرهای خودش رو وارد بازی کرده و شاهش هم در مرکز نیستش خب بریم که بازی رو ببینیم بعد از حرکت بی شیش سفید یک حرکت بسیار عالی رو در اینجا انجام داد که من از شما عزیزان میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و بهترین حرکت سفید رو پیدا کنید خب بله بهترین حرکت سفید در اینجا حرکت ای 4 هست حرکت ای 4 چندین طرح رو دنبال میکنه اول اینکه اگر سیاه پیاده ای چهار رو با پیاده بزنه سفید میتونه با حرکت اسب سه چهار به وزیر سیاه حمله کنه و در اینجا وزیر جایگاه مناسبی نداره و مثلا اگر سیاه حرکت وزیر آشیش رو بازی کنه سفید میتونه با حرکت اسب 6 به شاه سیاه کیش بده و به وزیر سیاه حمله کنه و بعد از حرکت شاه ای هفت به راحتی سفید میتونه بازی رو ببره خب اگر هم در این پوزیشن سیاه پیاده رو نزنه و با اسب خودش بزنه یعنی خب این پیاده اینجا بمونه که جلوی اسب سه بگیره ما میتونیم با اسب در ادامه بدیم د در چهار و در اینجا حرکت بسیار مهم فیل دی شیش رو انجام بدیم چرا به خاطر اینکه الان شاه سیاه نمیتونه قلعه بره و شاه سیاه مجبوره در مرکز صفحه قرار بگیره و اگر اینجا مثلا سیاه بخواد پیاده د چهار سفید رو بزنه سفید میتونه با حرکت فیل به پنج دامه بده ببینید که فیل, س... فیل های سفید واقعا چقدر در اینجا قدرتمند هستن و اگر سیاه بخواد سوارها رو تعویز کنه هیچ ایرادی نداره چرا که رخ آهش به دام میفته و سیاه خب جایگاه مناسبی نداره چون بعد از فیل ب هشت حتی اسب سیاه هم نمیتونه فیل رو بزنه به دلیل اینکه اسب سیاه آچمز هست بنابراین بعد از حرکت فیل به پنج وزی در سه سه امکان پذیر نیست و طرح سفید این هم این هستش که مثلا بعد از حرکت فیل به هفت سفید میتونه قلعه بره شاه خودش رو به جای ام ببره و بعد از اون هم های خودش رو وارد ستون های مرکزی کنه و خب بازی رو ببره و اگر هم در اینجا به جای حرکت سه در, در چهار یا حرکت فیل به هفت رو انجام بده سفید میتونه دوباره فیل خودش رو به خونه ب 5 منتقل کنه و اسب سیاه رو آچمز کنه و در اینجا بعد از حرکت سه در د چهار ما مجددا میتونیم قلعه بریم و مثلا اگر وزیر در سه, سه بازی بشه وزیر خودمون رو به خونه آچار ببریم توجه داشته باشین دیگه اینجا وزیر در سه سه ام... کارساز نیست چرا که فیل سه 6 با فیلر سه جواب داده میشه بنابراین ما بعد حرکت وری سه, سه وزیر خودمون رو به آچار میاریم به اسب سیاه حمله میکنیم و اگر سیاه مثلا حرکتی مثل رخ ده رو انجام بده که از اسب خودش دفاع کنه ما میتونیم حرکت رخ آسیک انجام بدیم وزیر آ 5 و بعد از اون یک حرکت بسیار 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 زیبا در اینجا داریم و از شما عزیزان میخوام که این حرکت رو حدس بزنید من فکر این یکی از زیباترین حرکت هایی که من در شطرنج واقعا تا دیدم خیلی حرکت بسیار زیبا و شیکیه خب از شما میخوام که ویدیو رو پاس کنید و حرکت سفید رو حدس بزنید خب بهترین حرکت سفید در اینجا حرکت رخصه پنج هست بسیار حرکت قشنگیه نیست؟ نظر شما راجع به این حرکت چیه؟ آیا شما حرکت بهتری و یا زیباتری از این حرکت تالا در عمرتون دیدین؟ بگین که ندیدین اگر هم دیدین در قسمت کامنت ها برام بنویسید به هر حال رخ سه پنج تحرید ما چیه؟ تحرید ما رخ ای 5 کیش هست یعنی اگر در اینجا مثلا سیاه بخواد وزیر ما رو بزنه ما میتونیم با یک حرکت شاه سیاه رو کیش رو مات کنیم چرا؟ چون که اسب در اینجا نمیتونه بلند بشه اسب آچمز هست و شاه حریف به دام افتاد اگر هم سیاه با پیاده رخ رو بزنه ما میتونیم وزیر سیاه رو بگیریم و بازی رو ببریم و مسلما خب از در سه هم قابل بازی نیست چرا که اسب آچمز شده بنابراین اگر سیاه مثلا بخواد حرکتی مثل F6 رو انجام بده که جلوی رخ ای 5 کیش رو بگیره سفید میتونه با وزیر به سه و یا وزیر سه چهار به خونه ای شیش حمله کنه و الان تر ما وزیر ای شیش هست و سیاه حرکت خوبی داره مثلا اگر رخ آهشت بازی بشه که این خونه رو برای شاه باز کنه ما مجددا میتونیم بازی رو ببریم و حریف رو با وزیر در ده هفت کیش کنیم خب بریم که بازی اصلی رو ببینیم این حرکات بعد از از در ای رخ داد ولی اگر سیاه در ای چار کنه مثل حرکتی که آقای کاپریو در بازی انجام دادن سفید میتونه سه در ای چار کنه و در اینجا سفید وضعیت بهتری داره البته این هم بگم که در این پوزیشن بهترین حرکت سیاه البته بگم تنها حرکت سیاه حرکت قلعه بود و بعد حرکت قلعه سفید برتری نداره و سیاه اوکی هست ولی هر حرکتی به غیر از قلعه به سفید برتری میده بنابراین حرکت درست و تنها حرکت برای سیاه در اینجا قلعه کوچیک بود خب در بازی سیاه پیاده دی چهار رو زد سدر در دی چهار از در ای چهار اگر سیاه در اینجا بخواد قلعه کوچیک بره سفید میتونه با حرکت ای5 ادامه بده به اسب سیاه حمله کنه و مثلا از حرکت رخ ای8 توجه داشته باشین که ما نمیتونیم اسب رو بزنیم بنابراین بهترین حرکت در اینجا فیل ای سه هست اگر فیل ای دو بازی بشه سیاه یکم میتونه سفید رو اذیت کنه با حرکت فیل آشیش، چرا که دوباره حرکت ای در اف6 قابل بازی نیست و اگر خب ما این فیل رو بزنیم با وزیر زده میشه و سفید نمیتونه قلعه بره اگر هم که سفید بخواد قلعه بره فیل خودش بیدفاع است بنابراین یک کم پوزیشن برای سفید سخت خواهد شد بعد از حرکت فیل آشیش پس ما اینجا باید حرکت فیل ایسه رو انجام بدیم ولی خب بعد از حرکت فیل ایسه میخوایم اسب رو بزنیم و اگر مثلا در اینجا سیاه حرکت از جی رو انجام بده که بخواد به فیل ما حمله کنه ما میتونیم فیلمون رو به خونه ب 5 گسترش بدیم و بعد از اون قل کوچیک بریم و در اینجا پوزیشن سفید بهتر هست خب برگردیم عقب و بازی رو ببینیم بعد از حرکت سه در د چهار سیاه حرکت اسب در ای چهار رو بازی کرد افس که حرکت بسیار زیبایی است توجه داشته باشین که حرکت اسب در این یچار در اینجا قابل بازی نیست چرا که اسب آچمز هست پیاده دی پنج رو هم ما نمیتونیم بزنیم به دلیل اینکه وزیر سیاه ازش دفاع میکنه و حرکت اف حرکت بسیار زیبایی است چرا که اگر سیاه اسب سفید رو بزنه این وزیر سیاه هستش که به دا میفته و دوباره ما به اهمیت برتری دو فیل پی میبریم چرا که فیل ها خونه های زیادی رو کنترل میکنن و همونطور که شما عزیزان میدونید فضا یکی از علمان هایی هستش که در شطرنج بسیار مهم هست و شما اگر فضای بیشتری داشته باشین میتونید برتری هم کسب کنید خب بریم عقب و ببینیم که سیاه چه حرکتی در اینجا انجام داد سیاه در اینجا حرکت وزیر سه سر رو انجام داد ولی اگر سیاه مثلا حرکت اسب f6 رو انجام بده سفید میتونه با حرکت فیل 6 جلوی قلعه رفتن سیاه رو بگیره و مهمتر از اون تهدید فیل b4 رو برای خودش ایجاد کنه تا وزیر رو به دام میاندازه مثلا اگر سیاه در اینجا حرکت فیل به 7 رو انجام بده ما میتونیم با فیل b4 وزیر سیاه رو بگیریم چرا که دوباره مجددا وزیر سیاه جایی نداره خب بهترین حرکت سیاه در اینجا حرکت ج 5 بود که حرکت سختی هست پیدا کردنش ولی خب تنها حرکت بازی بود اگر سیاه میخواستش که به بازی برگرده البته که بعد از حرکت ج 5 باز هم سفید یک برتری جزئی داره ولی خب بهترین انتخاب سیاه در این پوزیشن بود F در 4 بهترین حرکت سفید هست G در F4 فیل B5 فیل A6 فیل آشیش وزیر آشیش رخ F1 حمله به پیاده F4 وزیر A5 رخ در F4 توجه داشته باشین که سیاه نمیتونه پیاده خودش در F4 رو دفاع کنه بنابراین سیاه میخواد که اسب رو آچمرز کنه رخ در F4 و بعد از رخ 8 سفید میتونه با حرکت شاه ایدو ادامه بده و طرح سفید اووردن رخش به خونه F1 و فشار بر خونه ای F7 هست توجه داشته باشین که سیاه نمیتونه پیاده E4 رو بزنه چرا که پیاده ای F7 بیدفاع هست علاوه بر اون ما میتونیم حتی پیاده E4 رو هم بزنیم بنابراین این پلیستیوم برای سفید برنده هست و در اینجا بهتر هست که سیاه حرکت ده در ای بازی نکنه و به جای اون مثلا یه حرکتی مثل رخ جه بازی کنه ولی خیلی جالب هست که ببینید طرفین شاهشون در مرکز هست بنابراین جفت شاه ضعیف هستند و این پوزیشن یک کم به نفع سفید هست و در اینجا سفید برتری جزئی داره ولی خب در بازی سیاه حرکت ج5 رو پیدا نکرد و به جای اون حرکت وزیر سه سر رو انجام داد که بخواد وزیرها رو تعویز کنه خب در اینجا احسان قائم مقامی حرکت وزیر در سه سر رو انجام داد اسب در سه سه و رخ سه یک توجه داشته باشید که سفید میخواد اسب سیاه رو به دام بیاندازه سیاه در اینجا تسلیم شد و آقای قای مقامی پیروز شدن یعنی بازی تنها در 15 حرکت به اتمام رسید ولی بیایم بررسی کنیم که اگر اسب به خونه های آدو و آچار بره چه اتفاقی میفته اگر اسب به خونه آدا بره ما میتونیم به راحتی با حرکت رخ دو اسب سیاه رو به دان بیاندازیم و بازی رو ببریم اگر هم اسب به خونه آچار بره ما میتونیم با فیل به پنج به اسب حمله کنیم و بعد اسب به دو این اسب دیگه هیچ جای مناسبی نداره چرا که فیل سفید این خونه ها رو کنترل میکنه و اگر سیاه حرکت آشیش رو انجام بده تا به فیل سفید حمله کنه ما حرکت فیل در ب پنج رو داریم توجه داشته باشین که اگر شما فیل خودشون رو به خونه ای دو برگردین خب سیاه هم میتونه با حرکت اسب آ چار ادامه بده ولی به جای اون میتونید با فیل در د هفت فیل در هفت و بعد از اون رخ در ب دو سفید میتونه سوار جلو بیفته و بازی رو ببره خب بنابراین در بازی بعد از حرکت رخ یک سیاه تسلیم شد و سیاه نمیتونست هیچ دفاعی رو در برابر این حرکت داشته باشه خب امیدوارم که از این بازی خوشتون اومده باشه اگر پیشنهاد و یا انتقادی راجع به ویدیو دارین حتما در قسمت کامنت ها برای من بنویسید اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب داشته باشین تا ویدیوهای آینده رو از دست ندین خیلی دوستتون دارم و من شما رو در ویدیوهای بعدی خواهم دید پس تا اون روز بدرود